خیلی سریع دوستان، فقط برای for the record خودتون رو معرفی بکنید که. خواهش میکنم، من نیلوفر منصوری هستم از ایران اینترنشنال، خوشحالم که اینجا هستم. خیلی ممنون. اسد پهلوان هستم، مدیر هفته نامه فردوسی امروز، برنامه‌ساز تلویزیون فارس و صدای ایران فرد. خیلی متشکرم. مهدر رفیعی هستم، تلویزیون امید ایران، شبکه جهانی وایتی. امیر گیتی هستم از صدای آمریکا، افتخار دارم که در حضورم. گفته. لیسا دفتری هستم از فاکس نیوز و فورن دسک. سحر عالی هستم از رادیو KIRA. خیلی متشکرم. خب اولا خب دوستان، اولا این بیشتر جنبه در اصل گفتگو داره تا پرسش و پاسخ، گرچه در ابتدا به عنوان یک پرسش مطرح کردین، ولی اتفاقا بحث خیلی مهمی است، برای که فکر کنم در روندی که پیش داریم یک تقسیم کار اساسی لازم هست و هر کسی باسی در جا موقعیت خودش در این در رابطه با این پیکار و مبارزه نقش خودش رو ایفا بکنه. به شکل کلاسیکش که مطرح کردید، من شرایط رو مثل شرایط 44 سال پیش نمیبینم که در واقع یک شخصیتی رو بیان و به اون شکل بندازن جلو و بگن که این آدم هستش که تمام فرامین رو میده و تمام دستور میده، گرچه حتی خود خمینیش فقط این کار رو نکرد، یعنی تبدیل شد به اون در نتیجه عملکرد دیگران، نه که خودش بیاد دو نفل شد و بگه آه من میخوام رهبری کنم این حرف. اما راجب چی داریم صحبت میکنیم؟ ببینید، من فکر کنم یکی از بزرگترین مشکلاتی که تا به حال باهاش مواجه بودیم و اونم بیشتر یک مشکل خارج از کشور هست تا درون کشور، همچنان بودن تنش‌ها و تضادهای میان جناحی و سازمانی و اندیشه است. کاری که جمهوری اسلامی همیشه در طول این سالها موفق بوده که ایجاد بکنه، ایجاد تنش بکنه، حاشیه سازی بکنه، همه رو به جون هم بندازه و نگذاره که در مقابلش یک جبهه متحد تمام کسانی که معتقد هستند به آینده دموکراتیک بتونن واقعا یک جبهه واحدی رو تشکیل بدن. وقتی که میگوییم جبهه واحد، به مفهوم این نیست که حتما همه باید هم‌عقیده باشن. به مفهوم این میگیم که برای رسیدن اون آینده که در اون آینده بتونیم حق تکثر سیاسی خودمون رو داشته باشیم، برای که به اونجا برسیم بایستی وسیله‌ای رو داشته باشیم که اکنون نداریم. حکومت قانون، امنیت، آزادی، حقوق بشر، تمام این چیزها در گروه آن چیزی که می‌خوایم بهش برسیم که اکنون نداریم. و در این مورد من فکر نمی‌کنم که کسانی که واقعاً متعهد هستن به اصول حقوق بشر، متعهد هستن به اصول دموکراسی، باور دارن به جدایی دین از حکومت، به یک ایران یک پارچه و تمامیت ارضی ایران معتقد هستن، رو این اصول اختلاف نظری داشته باشن. سوال اینجاست چرا تا کنون نتونستیم این وحدت کلام رو به وجود بیاریم؟ به خاطر اینکه این انگیزه و این همکاری یه چیزی نیست که از بالا بشه به شکل فرمایشی اعلام کرد. حالا هر کسی، فرض کنید رهبری نشسته میگه که من شما میخوام با هم کار بکنید. برای اینکه بتونن با هم کار بکنن، بس بخوان با هم کار بکنن در وهله اول. بنابراین سوال اینجاست، وقتی که ما امروز به خصوص نسل کنونی مملکت رو میبینیم، وقتی که میبینیم که چه بلایی سر کشور اومده، از تمام جوانبش نگاه کنید، وضعیت معیشتی، وضعیت اقتصادی، بحران آب، خشکیده شدن زاینده رود و ارومیه و خیلی گرفتاری‌های دیگه، زد و خوردهایی که در داخل مملکت رژیم ایجاد میکنه، همین دو سه روز پیش داستان ایزه رو بگیرید و بریم جلو، تمام اینها نشون دهنده این هستش که از یک ور رژیم دقیقاً میترسه از اینکه در آستانه سالگرد مهسا و پشت سر اون این اتحاد به وجود بیاد. از حالا داره سعی میکنه بذر این نفاق رو یا ناباوری به اینکه میتونیم موفق بشیم رو با این تنش‌ها ایجاد بکنه. پس برمیگردم سر مطلبی که برای شما دوستان که به قول خودتون منو از 20 سالگی میشناسین شما فراموش کردید. ما جواب بودید. ولی میدونید که من از روز اول همیشه تکیه کلامم رو مسئله اتحاد بوده. بحث
و این اتحاد رو و این یک صداییست که رمز نهایی موفقیت ما هست، با علم به این که در نتیجه اختلاف سلیقه داریم قطعا. بنابراین من صورت مسئله رو خیلی ساده میخوام مطرح بکنم. هدف دموکراسیست و آزادیست. بالاترین مرجع تصمیم گیری برای هر کشوری پارلمان اون مملکته، مجلس اون مملکته، مجلسی که درش نمایندگان منتخب مردم که به شکل آزاد انتخاب شدن میان و در اونجا بالاترین تصمیمات کشوری رو میگیرن برای کشور. پس مکانیزم رو مشخص کردیم. راه رسیدن به فردای ایران پس از فروپاشی و وظیفه اول یک دولت انتقالی فراهم کردن شرایط انتخابات اون مجلسی که تمام این بحثایی که آخر سر چه فرمی میخواد از روش در بیاد در اونجا میشه. حالا از هر جهت فکری که باشیم باز به اونجا برسیم. پس مکانیزم هم مشخص کرد. میمونه مسئله میزان. شما آمار میاری، یکی میگه 70%، یکی میگه 60%. اصلا موضوع درصد نیست، موضوع این هستش که تنها چیزی که مکانیزم اندازه‌گیری میتونه در هر کشوری باشه در پروسس دموکراتیک چیه دوستان؟ صندوق رأی دیگه. ما نه مجلس داریم نه صندوق رأی. پس اگر میخوایم به اون آینده برسیم بایستی بگیم ما بایستی به حکومت قانون برسیم. این حکومت قانون نتیجه یک تصمیم ملی است. آخرش هم مردم ایران تصمیم گیر خواهند بود در مقابل چیزی که اون مجلس بهشون پیشنهاد میده و صندوق رأی هم معیار اندازه‌گیری است. تموم شد رفت. اگر کسی با این مسائل مشکلی داره خب بیاد بگه چرا مشکل داره. ولی اگه ندارید پس چه چیزی جلوتون رو گرفته که در این راستا با هم همکاری بکنید؟ ما به یه نقطه عطفی باید برسیم تا در فردا بتونیم اون اختلاف نظراتی که داریم رو در اون محیط آزاد بتونیم به رأی بگذاریم دیگه. اصلا آخرش به کجا میخوایم برسیم؟ اگه ما آخرش میخوایم برسیم به اینکه احزاب سیاسی آینده کشورمون تو اون کشور بتونن با همدیگه رقابت داشته باشن در تشکیل دولت‌های همینطور به بعد، ما باید از حالا پایه‌های حزبی کشورمون رو پرورش بدیم. من اتفاقا این رو من یه داستان میندازه که چندین سال پیش فکر کنم قبل از جریان جنبش سبز بود، یه سفری در آلمان داشتم، یه تعدادی از جوانای اون موقع اومده بودن به دیدار من و بهشون این مسئله رو مطرح کردم. گفتم ببینید برای من خیلی معماست این داستان که خیلی از شماها باورمند هستین بر یک پلتفرم حزبی، مثلا فرض کنید که سوسیال دموکرات هستید به طور مثال. خب بعضیاتون هم میگین خب ما لیبرال دموکرات هستیم، نظر محافظه‌کارتر هستیم بسیار. اما برای من جالبه که گرچه بر همون پلتفرم حزبی در اصل باورمند هستین ولی هنوز نتونستین با هم توی اتاق بشینید، بلکه یکی تو میگه من جمهوری خواهم، اون یکی تو میگه من مشروطه خواهم. سوال من از شما دوستان و بقیه همیانان هم اینه که ما همه این کارا رو مگه واسه این نمی کنیم که فردا در قالب یک نظام دموکراتیک بتونیم دولت‌های بعدی رو در اثر و نتیجه انتخابات ادواری به وجود بیاریم؟ آیا واقعا شکل نظام براتون مهمه؟ اصلا گیرم که فردای رفراندوم شکل نظام هم تعیین کردیم، روز بعد میخواین چیکار بکنید؟ اصلا مشارکت شما به عنوان شهروندان اون کشور در آزمایش سیاسی از چه طریقی میتونه باشه؟ از همین عضویت در یه حزب به هر حال اونه. مقصودم از بیان تمام این حرفا این هستش که تمام این چیزا و برای رسیدن به اون در گروه این هستش که امروز چه میکنیم و اگر امروز متحد نباشیم نخواهیم تونست این نظام رو از پا در بیاریم. ولی اگر متحد باشیم امروز با حفظ عقاید خودمون، اون چیزیست که رژیم خوب میدونه جلوش دیگه نمیتونه بگیره. اگه این مسئله حیاتی نبود اینقدر نظام به خودش زحمت نمیداد که دائم باعث این نفاق و تشتت و پراکندگی بشه. خب خیلی واضحه دیگه، نقطه ضعف دشمن کاملا واضحه و بیان شده است. ما نباید گول بخوریم، ما نباید تو تله بیفتیم، ما نباید تحت تاثیر این جفسازی ها بشیم. بنابراین و یکی از دلایل که می‌خواستم با شما دوستان که به هر حال در رسانه‌ها هستید، نقش بسیار مهمی دارید در اطلاع رسانی
و مطرح کردن این مسائل که در مقابل بازی‌ها و کارهایی که رژیم داره سعی می‌کنه در مقابله با اون این هوشیاری و این آگاهی رو به همیهنانمون برسونیم، مراقب باشیم که در این برهه از زمان که بسیار حساس هست فراموش نکنیم که اصل قضیه کجاست. صحبت بوده در این مدت راجع به کارزار مهسا، به هر حال سالگردی که در پیش هست و این فقط یک قدمی است در فازهای بعدی. هر روز ما باید یادمون باشه که هدف اصلی کجاست. هر روز باید متوجه باشیم که آنچه که الان عامل پیشرفت کار هستش و آنچه که هنوز همیهنانمون رو در خیابون‌ها نگه داشته باورمند بودن به آینده ما برای این رژیم است. متا نیاز به کمک دارن. نیاز به این دارن که جامعه متفکر در داخل ایران پشت سرشون قرار بگیره. لازمه که بدونن که به هر حال بخش‌های مختلف اجتماعمون پشت سرشون هست، چه در بخش تکنوکراتیکش، چه در بخش مدیریتش. و این میگم یک تقسیم کار هست. این فقط این نیست که ده بشن از بیرون و به خصوص از فاصله دور بخوان راهنمودهای تاکتیکی بدن. همین میگم فلانی چرا فراخوان نمیدی؟ گفتم اون کار من نیست. مدیران میدانی که بهتر از من در داخل تشخیص میدن که امروز تو این شهر و تو این منطقه چه میتونیم بکنیم، میتونن این گونه تصمیمات رو بگیرن. کار ما تعیین تکلیف و نسخه پیچی از فاصله دور نیست، بلکه حمایت و پشتیبانی از هر تصمیمی که اونا میگیرن. به این طریق بنابراین برگردم به سوال اصلی شما. مسئله نیست که بنده نوعی امروز چی فکر میکنم که بخوام بگم، مسئله است که بفهمیم که روند کار چجوری پیش بره و چگونه ما میتونیم حمایت بکنیم و پشتیبانی بکنیم از تمام کمپین هایی که در داخل ایران الان داره اتفاق میفته در چهار گوشه کشور. و این هم ضمناً یه رسالتی است که جامعه برون مرزی به خصوص داره و اونم آگاهی دادن به بقیه جهانیان هست که چرا برای ما مهم هست که نسبت به ایران بی تفاوت نباشیم. کار ما باعث باشه که به کشورهای مثل امریکا که الان انقدر تقسیم بندی بین فرض کنید حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات هستش، که وقتی که مسئله ایران پیش بیاد ما یه حمایت همه جانبه از شما میخوایم در مورد ایران، قابل تقسیم نیست. این حرف رو من در سفر گذشتم چند ماه پیش که در اروپا بودم، هم در آلمان هم در فرانسه هم در انگلستان مطرح کردم به قانونگذارانشون. گفتم من کار ندارم شما چند تا حزب رو اینجا معرف هستید، به همون اندازه که شما میگید چرا ایرانیان متحد نیستن، ما هم از شما میخوایم که در این مورد متحد باشین با ما، با اون هدف آزادی که ایرانیان دارن از هر حزبی که باشید. قضیه دو طرف است دیگه. این رسالت ماست که اینو جا اندازی بکنیم، این رسالت ماست که بتونیم این صدا رو برسونیم. اگر این کار رو انجام بدیم در عمل کار رو پیش بردیم، نه با اعلان یک موضع یا یک چیز، باز در عمل به اینجا برسیم. یه چیز رو من در اینجا باید یادآور بشم و اونم این استش که یکی از نکاتی که همیشه من به همیهنانم یادآور بودم این استش که ما به هیچ چیزی غیر از خودمون نمیتونیم متکی باشیم. یعنی در انتظار این نباشیم که احتمالاً یک دولت خارجی حتما باید کاری بکنه تا ما موفق بشیم. ولی همیشه گفتم اگر دنیای آزاد علل خصوص حامی خواست اکثریت مردم ایران در تغییر نظام و برای آزاد شدنش باشه، کار ما خیلی کم هزینه تر و راحت تر خواهد بود. بنابراین اصلا رو این فرضیه که اینا چه بازی میکنن یا نمیکنن نباید ما محاسبه بکنیم. ما باید کار خودمون رو بکنیم. ولی همچنان یادآور بشیم که به نفع خودشون هست اگر این اتفاق بیفته. آینده ایران نبایستی به اون مفهوم مطرح بشه که اگه ما ببریم اینا باختن. مسئله سناریو برد برده دیگه. اما مشکل کجاست به نظر من؟ مشکل اینجاست که یه مقدار برای به قول معروف زیرسیبیلی در کردن یا بهانه آوردن یه اصطلاحی رو به کار میبرن در مورد ایران که میگن که خب به انگلیسیش رو میگم بعد ترجمه میکنم. The devil we know is better than the devil we don't. یعنی اون شیطانی که میشناسیم بهتر از شیطانیست که نمیشناسیم. به چه مفهوم؟ نمیدونن آینده چی میشه. در آن واحد بگم که فقط خارجی ها نیستن، مردم خودمون هم میخوان بدونن بعد چی میشه. خب قبل از این که به این بپردازیم که اون دولت خارجی یا اونی که دولت خارجی باج میگیره یا میده یا چیکار میکنه، به فکر این باشیم که آیا ما تا حالا تونستیم آلترناتیو رو به مفهوم ملموسی ارائه بدیم که هم همیهنان خودمون باورمند باشه و هم دنیا بدون قابل انجام هست.
ما تا این خان رو به مفهوم کلمه عبور ازش نکنیم نمیتونیم پاسخهای بعدی رو بدیم. و این یه چیز اجباری است. ما اگه نتونیم خودی و خارجی رو قانع بکنیم که به مراتب بهتر از جمهوری اسلامی برای ایران راه حل هست، خب تو همین چاله گیر میکنیم دیگه. جریاناتی در داخل ایران هستن که از نظر رفتار و کردار و عمل کرد کاملا با دموکراسی هماهنگ هستن. خیلی جریانات هستن که مدعیش هستن ولی در عمل نیستن. حالا این قضاوت جامعه خواهد بود و تشخیصشون که کدوم جریانات به راستی متحد هستن و کدوما نیستن. اینم تنها راه آزمایشش برمردا کردن در شفافیته که به چالش بکشید که خب حرفتون با عملتون باید یکی باشه دیگه. لازم نیست من اینو بهتون بگم. این دیگه به قول میگم اولین سوالیست که هر کسی باز بپرسه. بنابراین در رابطه با این که اگه منظورتون این هستش که آیا واقعا ما به اون مرحله به عنوان یک جامعه رسیدیم که لیاقت یک آینده دموکراتیک داشته باشیم، شما فکر کنید این همه سال من واسه چی این کار رو دارم میکنم؟ واسه که به خودمون ثابت بشه که میتونیم یا نمیتونیم. ولی یه چیزی هم یه واقعیت تاریخی است، هرگز تا امروز این فرصت رو نداشتیم. بنابراین اونایی که میان میگن که این سیستم به درد نمیخوره، اون سیستم به درد نمیخوره، این دیگه گذشته است، این دیگه آینده است، یا این نمیشه و نمیشه، از کجا میدونید؟ از کجا میدونید که اینو میگید؟ چون روش اندازه‌گیری رو هرگز ما به اجرا نذاشتیم. آیا میتونیم سر این توافق داشته باشیم به عنوان یک واقعیت تاریخی؟ و اگر این درست هست، آیا وقتش نرسیده برای اولین بار در تاریخ کشورمون این آزمایش رو بکنیم که برای خودمون معلوم بشه که اصلا ارزش رو داریم یا نه؟ دلیلی که مقدار زیادی این حالا اسمش رو بذاریم محبوبیت یا باور یا اعتماد در میان همیانانمون ایجاد شده، به خصوص نسل جدیدتر، بر مبنای این نیست که فکر میکنن از حالا باستی منو بالای یک منبری بذارن در یک نقش خاص. به این باورمند هستن که من متحد هستم به روش دموکراتیک و در این فاز ترانزیشن میتونم یک نقش بسیار مهمی داشته باشم. و ضمناً هم این رو من بارها گفتم، گفتم من برای خودم هیچ هدف شخصی رو دنبال نمیکنم، نه دنبال قدرتم، نه دنبال پست و مقام، ولی میخوام کمک بکنم که جامعه ما برسه به اون آینده دموکراتیک. و برای این کار بهترین روش این استش که در موقعی که بحث‌های ایدئولوژیک یا شکل نظامی پیش میاد، کاملا موضع بی‌طرف و فرامسلکی داشته باشم، برای که آنست بروکر باشم به قول اینا. غیر از اینم نمیشه. بنابراین چه جمهوری خواهان، چه مشروطه خواهان، هر نگاهی که به شخص رضا پهلوی اکنون دارن، هیچ چیزی کمتر از این نباید توقع داشته باشن که تعهد من رو به یک پروسسوس دموکراتیک که آخرش اونها تصمیم گیر هستند، بدون هیچ پاداش یا انتظار منفعت شخصی، من دارم این کار رو میکنم. اونم به خاطر چی؟ برای که برسیم به اون چیزی که بحثش بود، به خودمون ثابت بکنیم که میتونیم چنین آینده رو داشته باشیم، یا شاید هم ثابت بشه که نداریم. من نمیدونم جوابش چیه هنوز. ترجیح میدم باور کنم که میتونیم برسیم، ولی به اینجا باید برسیم بالاخره که به خودمون ثابت بشه. و من اینجاست که خوشم نمیاد از بحثای عده‌ای که میان که خب پادشاهی که جواب نداره یا جمهوری که جواب نداده، دموکراسی رو هنوز امتحان نکردیم که بدونیم جواب داده یا نه. واقعیت اونجاست. حواستون باشه بحث چیه. اینا بحثای حاشیه‌ای است، اینا بحثای گمراه کننده است به نظر من، از هر زاویه و دیدگاه که باشید. سوال من اینه که امروز جمهوری اسلامی استراتژی جدیدی رو داره از خودش نشون میده، میخواد نماینده باشه که ما رابطه میخوایم برقرار کنیم با دولت‌های خارجی، یک رابطه‌ای رو با کشورهای عربی که جای خودشو داره، ولی کشورهای خارجی هم همینطور. البته میدونم شما اشاره کردین به این پولی که الان برگردوندن، این معامله سر گروگان ها. بله. البته این هم از اینجا شروع نشده، از زمان امیرسو نقاش شروع شد، بعد به قاتلان دکتر شاپور بختیار که با یک دانشجو اینو تبادل کردن. در صورت سوال من اینجاست که استراتژیشون رو عوض کردن. حالا از این استراتژی که عوض کردن، ما چجوری میتونیم عوض کنیم استراتژی رو؟ چون
در مقابل جمهوری اسلامی قرار داریم که میاد سریع مثل بازی شطرنج رو یه دفعه عوض میکنه، میره یه راه دیگه رو پیدا میکنه. به اضافه این که این راهی که الان به کار بردن یک ناامیدی خیلی کوچیکی رو در داخل مردم به وجود آورده با دستگیری خانواده های دادخواه. اینها بغل هم، ایرانی ها در داخل کشور اینها بغل هم میذارن و یک ناامیدی رو در این رسیدن به سالگرد خیزش مردم به وجود میاره. شما چه استراتژی رو در امروز میبینید و چه کار باید مردم خارج از کشور در این رابطه ها انجام؟ خب اولین علامتی که چرا نباید ناامید باشن این استش که این کار رو جمهوری اسلامی از موضع قدرت نمی کنه، بلکه از موضع وحشت و ضعف. این اتفاقا علامت توانمندی مردم هست اگه فقط به خودشون باور بیارن. اما یه ذره بذارید دنده عقب بیارم سر اون نکته که مطرح کردید. برای خیلی از شما که از مدت هاست که منو میشناسید، تا نسلی که اصلا زمانی که شروع کردم به دنیا نیامده بود و چند نسل که گذشت از دوران پیجدهیتی رو دانشگاه و کوی دانشگاه که شروع شد و عهد خاتمی و عهد نمیدونم روحانی و همینطور تا برسیم به اکنون، شما رو خودتون رو به شاهد میگیرم که علارغم آنچه که سیاست جهان بود یا نبود، یا علارغمی که چه باورهایی در داخل ایران بود یا نبود، حرف من همیشه همون بوده، امروز هم همونه. بنابراین چه بگید زمانی که هیچ توجهی نبود یا چه زمانی که الان بیشترین توجه شاید به وجود اومده باشه، من همچنان حرفم همونه. روشم عوض نشده، هدفم عوض نشده، برداشتم عوض نشده. البته شرایط عینی کشور از دید تاکتیکی ممکنه شرایطی رو فراهم بکنه که 10 سال پیش نبود یا 15 سال پیش نبود یا حتی 2 سال پیش نبود، اون بحث دیگری است، ولی همچنان روش و متد همونه. چرا؟ برای اینکه ما هر متدی رو باور نداریم به عنوان چیزی که آخرش رو در واقع توجیه میکنه، چون هر روشی اون نتیجه رو توجیه نمیکنه. مثلا اگه ما یکی از اصول کلیدی رو مبارزات مدنی خشونت پرهیز قرار دادیم، دلیلم براش میتونم بیارم که چرا این روش و نه روش های دیگر. علی رغم اینکه همگی میدونیم که این رژیم سرکوبگر هست، همگی میدونیم که این رژیم طوری رفتار میکنه که خیلی‌ها فکر میکنن که ما که نمیتونیم با دو تا اعتراض خیابونی جلوشون وایسیم، باز دست به اسلحه ببریم و اله بکنیم و بله بکنیم، که اونم میتونیم بشکافیم. البته فرصت این جلسه انقدر نیست که راجع به تمام جزئیات صحبت بکنیم. اینو به این عنوان مطرح میکنم که خود این درک که ریزش یکی از فاکتورهای مهم هست در موفقیت و پیروزی حرکت. ببینید افریقای جنوبی به نوعی آچمز شد دولت آپارتاید. خیلی از نیروهای نظامی نظامهای کمونیستی نتونستن در مقابل از واکلاف هاولش بگیرید تا لخوالساش بگیرید بیستن. ما الان مواردی داریم که بخش انتظامی و مسلح نظام میخوایم در اونها هم ریزش به وجود بیاد. من رو سه محور استراتژی رو تعریف میکنم. یک، آنچه که دیدیم شده و اونم فشار حد اکثری است به مفهوم تحریمایی که دنیا بر روی رژیم آورد. یکی پارالل بود که سالهاست که مطرح کردم که پارالل با فشار حد اکثری شما باز حمایت حد اکثری رو هم به کار بگیرید. یه عامل سوم هم وارد کردم اخیراً و اونم ریزش حد اکثری است. در این مورد دو نوع ریزش ممکن هست. یکی ریزش نهادهای انتظامی برای ملحق شدن به صفوف مردم که مقابله ضربتی نظام به حداقل برسه، که هزینه جانی رو لااقل بتونیم از این روش به حداقل برسونیم، و در آن واحد اون قش معروف به خاکستری که تا همین دیروز همچنان تو باب اصلاح طلبی موزه گیری میکردن، ولی اون هم دیگه ماجراش تموم شده به قول خودشون. ولی برمیگردم به اون اصول پایه. ببینید برای اینکه ما بتونیم بخش عمده‌ای از آنهایی که دو دل هستن اون رو برشون رفع بکنیم، ضمانت این هستش که در فرای این نظام یه جایی برشون هست در آیند. در زمان جنگ جهانی دوم، در پایان جنگ جهانی دوم، خب دادگاه نورنبرگ تشکیل شد. خیلی از مقامات عالی رتبه نظامی و ارتشی آلمان دادگاهی شدند
ولی هدفی نبود که هر سربازی که تو ارتش ناسی خدمت کرد و بخواییم بدین خیلی شو بچسبید. شما الان درست اگه نگاه بکنید این مافیای سپاه که سران کله گنده شون زینف هستن در این حکومت رو بخور و بگیر و چیز، خیلی از مقامات رده های پایین ترشون که حقوق بگیر هستن و حقوقشون از کفاف نمیده که خرج زندگیشون رو بدن، منفعتی در این نظام ندارن. ولی سوالشون هستش که اگه ما امروز مورد نفرت جامعه باشیم و فردا به قصد انتقام سراغ ما بیان، خب هیچ چاره‌ای نداریم که تا آخر بچسبیم به رژیم. پس بنابراین دیسیپلین خشونت پرهیزی یعنی دعوت به آشتی ملی و گذر از این نظام با حداقل هزینه که جا داشته باشن برگردن به جامعه در اون فردا. درسته؟ این امر خیلی کلیدی است. بلکه همه میپرسن که خب ما چجوری میتونیم جلوی این خشونت رو بگیریم؟ بلکه عامل خشونت بایستی ریزش بکنه. عامل خشونت باید بگه ما دیگه حاضر نیستیم این کار انجام بدیم. جمهوری اسلامی هم این اواخر از خارج از کشور آدم وارد کرده برای سرکوب. یعنی چی؟ یعنی باور خودش نداره که عوامل خودش دیگه دست به این کار خواهند زد. این موفقیت بزرگه. این موفقیت بزرگه. همین یه سال پیش کلیپاشو میبینیم دیگه، خوشبختانه با این دنیای اینترنت و مجازی که مردم میرفتن گل میدادن به اون سرباز. یه شباهتی البته به 57 هم داشت یادم میاد اون داستان، با این تفاوت که اون موقع دستور داشت ارتش که بر اهل مردم تیراندازی نکنه برخلاف این آتش بی اختیار که اینا میدن. خب تفاوت هست، این در همین مردم امروز مقایسه میکنن. ولی خب برسیم به اصل موضوع. ما الان وارد یک مرحله شدیم که این سال روز مهسا خیلی گویا خواهد بود که این یک صدایی رو در تمام مناطق ایران میبینیم، در تمام دنیا میبینیم. تظاهرات مختلف در این سال روز و خیلی ها سوال میکنن در داخل ایران تکلیف چیه؟ آیا بایستی رو تهران متمرکز باشیم؟ نظر شخصی من هستش که نه، در تمام نقاط ایران باید باشه. چرا؟ بلکه هر چقدر پخشتر عمل کنید وادار میکنید نظام رو به اینکه پخش بشن و بخوان نیروهاش رو بفرستن، یه جا نتونن متمرکز بشن روی بنابراین این یک نوع مقابله با اون ایجاد تمرکز از دید تاکتیکی. یه ده میگن آیا باید اون روز اعتراض بکنیم، آیا اون روز باید احتساب بکنیم. به نظر من یا این یا اون نیست، هر دو متد میتونه مفید باشه. شاهزاده، خیلی از سوالات من رو شما پاسخ دادی در پاسخ سوالات دوستان. اون چه که امروز خیلی در داخل ایران بهش نگاه میکنن بیش از پیش به اپوزیسیون خارج از کشور، به این دلیله که باز مجدداً فعالان سیاسی بسیار تحت فشارن. شما ببینید مجید توکلی 6 سال زندان، 2 سال تبعید، دوباره دارن روزنامه نگارا رو دستگیر میکنن، مجدداً فشارها رو چند برابر کردن. به همین خاطر باز نگاه ها میاد به سمت مخالفین جمهوری اسلامی در خارج از کشور که شما طبق نظرسنجی های مستقل محبوب ترین چهره در میان مخالفان جمهوری اسلامی هستید و خب تأکیدی هم هست که شما همیشه یک چهره فراحزبی و فراجناحی هستید، نه فقط متعلق به سامانه پادشاهی. درست اگر من درست اشاره کنم، چه چیزی هست با توجه به تجربه‌ای که شما در طول یک سال گذشته کسب کردید از این همگرایی یا عدم همگرایی میان نیروهای سیاسی، چه نکته‌ای هست که این بار میتونه نیروها رو بر سر حداقل‌ها در این سالگرد مهسا کنار هم جمع بکنه که باز هم اون بذر ناامیدی که پاشیده شده به کنار بره و یک مقدار نیروهای سیاسی چه در داخل چه در خارج اون توان و قدرت سال گذشته رو برای ادامه مبارزه پیدا کنه؟ نه ببینید، اینم اضافه بکنم در آن واحد که به نظر من ما دو کاتگوری افراد رو داریم در پیش رویمون. دست اول تمام کسانی هستن که گرچه 44 سال گذشته همچنان جزی از مشکل باقی موندن، یعنی به هیچ روشی حاضر نیستن اصطلاح عامیانمون از خر شیطون بیان پایین، یک کوله بار عقده همراه خودشون دارن میکشن و یک برخورد کینه‌ای و خشونت و انتقامی نسبت به یکدیگر و هیچ راه حلی هم ضمناً ارائه ندادن. بنابراین اینا جزی از مشکل هستن. من این کاتگوری رو اصلا بهش نگاه نمی‌کنم، یک ثانیه هم وقتم باهاشون تلف نمی‌کنم. ولی بریم سراغ کاتگوری دوم. تمام اونهایی که میخوان با هم کار بکنن، میخوان جزئی از راه حل باشن. حتی کسانی که تغییر عقیده دادن
و در گذشته هر کاری کردن، امروز حاضرن با هم کار بکنن. این خیلی مهمه دوستان، برای که ما تو اون فرهنگ سیاسیمون هنوز داریم گیر میدیم که دیروز یارو مثلا چه میدونم اصلاح طلب بود یا دیروز نمیدونم انقلابی بود. اگر امروز حاضر باشه برای آزادی ایران کار بکنه، آیا بس بهش سرکوف زد تا ابد؟ من از خود شما میپرسم، اون دیگه با من نیست، من از خود شما مردم ایران میپرسم، حاضرید این گذشت رو بکنید برای آینده بهتر؟ این خیلی مهمه. یک، پس بنابراین هستن اونهایی که امروز میخوان با هم کار بکنن و دارن با هم کار میکنن، ولی همطور که گفتم اگه ما برسیم به اون مرحله که اون خلأ رو پر بکنیم و اینکه این دوستان میدونن و خوب درک میکنن که به مرحله میرسیم که مدیریت سیاسی این حرکت باید یه مکانیزم معرفی داشته باشه و تا اون رو نتونیم ارائه بدیم یه جای کار به بن‌بست میرسیم و این رو تمام این دوستان خوب درک میکنن، نخواهیم تونست اون باور به این که میتونیم از این خان رچیم و چه به درون کشور انتقال بدیم چه به خارج از کشور به مفهوم دنیا در سطح بین المللیش، همون شیطانی که نمیشناسیم رو، ولی میتونیم این کار رو بکنیم برای که ابزارش رو داریم. ببینید دوستان، من فقط نگاهم به وضعیت حال و این که ما در یک کمپین سیاسی مبارزه تا فروپاشی نظام هستیم نگاه نمی کنم. آخر سرش اون شهروند عادی، اون سوختبر، اون مالبر، اون راننده کامیون، اون پرستار، اون پزشک، اون به هر حال کسانی که هر کدومشون یک مشکل معیشتی دارن، در بعضی موارد هم بسیار وحشتناک، چه آینده رو میتونن تصور بکنن؟ چه پتانسیل رو میبینن که در ایران بتونه دوباره سرمایه گذاری بشه، تکنولوژی بیاد؟ یکی از کارهایی که انجام دادم در حاشیه، یعنی گروه های فنی هستم که باشون صحبت میکنم در ارتباط با مسائل فرض کنید علمی و تخصصی که ارائه طریق بکنن. گروه ققنوس نمیدونم دوستان دنبال کردید یا نه، کارشون اون هست. خیلی جریانات هستن که به مفهوم متخصصین فرض کنید حقوقدانانی که میتونن مسئله عدالت انتقالی، مسئله قانون اساسی یا پیشنویسش یا خیلی چیزها از این قبیل رو دارن بررسی میکنن. اقتصاددونایی که دارن رو این کار میکنن که مثلا چه کارهایی باست در اون 100 روز اول دولت انتقالی پیش بیاد که اون مملکت مدیریتش ادامه پیدا کنه، چه کسانی اونجا میتونن وارد کار بشن، چه افرادی که در همین سیستم کنونی هستن باعثی عهده‌دار این وظیفه در این پیریود انتقالی باشن. تمام اینا داره روش فکر میشه، برنامه‌ریزی میشه، بحث میشه. و یکی هم کارهایی که اخیراً سعی کردم انجام بدم، شناسایی سرمایه‌داران، صاحبان شرکت‌هایی که بتونم بهشون بگم که این کشور ما نیازمند این تکنولوژی ها هستش، این سرمایه گذاری هستش، برای اینکه ما بتونیم صنعت خیلی از صنایع ایران که اصلا ترکلی رژیم ول کرده، اصلا بهش نرسیده. ما حتی امروز بخوایم گاز تولید بکنیم چیزی نداریم که بتونیم فوری صادر بکنیم، انقدر داریم عقب میمونیم از قافله، چون هیچ کار در این مورد رژیم نکرده. از حالا راجبش فکر بکنیم که به محض اینکه شرایط ایجاد شد، که البته تا این رژیم هست اتفاقی نخواهد افتاد، ولی به محض که شرایط آزاد شد یه برنامه برای به جا گذاشتن آنی هست در مقابله بین ها. مجموعه این تلاش ها یک نقشه راهی رو ارائه خواهد داد به نظام. پس مسئله فقط این نیست که تمام کسانی که در مخالفت با نظام برای آینده بهتری امروز بس با هم کار بکنن در نظر داشته باشن. هر چقدر بیشتر افرادی که منتظر اون فرصت هستند که همون ریزش رو انجام بدن به سمت مردم و باورمند باشن به چین آینده‌ای که بدونن زیر پاشون خالی نیست، یعنی پاشون از این ور وردارن یه جا پای سفت این ور خط هست و دنیا هم همینطور. خیلی کلاسیکش رو بگم، ما بریم ایران سوریه میشه؟ نه، اصلا شما ایران رو تبدیل سوریه کردید، در صورتی که ایران یه کشوری است که حتی میخوام بهتون بگم اونا که نگران از مسئله تمامیت ارضی ایران هستن، من جمله خود من معتقد هستم که اکثر جریانات اقوام کشور به هیچ عنوانی دنبال سناریوهای تجزیه نیستن که بخوان از حالا این لولو رو برشون بتراشن. هستن بعضیشون البته، ولی اکثرتشون اصلا توی باب نیستن. حتی اونا که دنبال سیستم فدرال هستن، به ایران یک پارچه باورمند هستن. ببینید تمام این چیزهایی که رژیم میندازه برامون که سرش یهو فلج بشیم یا جا بزنیم یا نگران بشیم، ترس واهی است.
برای که من باور دارم در اکثریت مردم منطقی هستند، مردم هوشمندانه امروز مطالعه میکنند، بررسی میکنند. چشم بسته دیگه هیچ کسی هیچ را قبول نمیکنه، علل خصوص نسل امروز، ولی نیازمند کمک بیشتری هستند. در واقع میخوام بهتون بگم که راه حل برای اکثریت جامعه مشخصه. آنچه که هنوز ندارن مکانیزم سوپورت و پشتیبانی است. جوانای ما تو خیابون‌ها به قول شما دارن هزینه میدن، ولی هنوز بخش عمده ای از جامعه روشنفکری و تحصیل کرده یا دانشگاهی ایران پشت سرشون قرار نگرفته. هنوز پدر و مادرشون نیومدن ازشون حمایت بکنن. بخش زیادی که کارمند هستن هنوز نگران نون شبشون هستن، نمیدونن آیا این ریسک الان میشه گرفت یا نه. ولی داریم نزدیک میشیم بهش، به این فاز داریم خیلی نزدیک میشیم. تمام چالش‌هایی که در چند هفته آینده یا چند ماه آینده باش در واقع مواجه خواهیم بود، پاسخ به تمام این سوالاتی است که همه میپرسن. آیا میتوانیم؟ آیا قدرتشو داریم؟ آیا اون نیروی انسانیشو میتونیم متصور باشیم؟ و اون وقت میرسیم تازه به اینکه حالا دنیا چی میگه این وسط. من اتفاقا اون رو کمترین اهمیت براش قائل هستم. برای که عکس قضیه رو فرض بکنید، اگه دنیا میخواست ولی مردم ایران نخوان، آیا خواهد شد؟ نه. پس مردم ایران اول باید بخوان، چه دنیا خوشش بیاد چه نیاد، ولی وظیفه ماست که به دنیا بگیم که چرا به نفع خودشون هست که این اتفاق بیفته. برای که ما در اصل داریم میگیم از خود جامعه برون‌مرزی شروع کنیم. خیلی ها که مجبور شدن از ایران خارج بشن به خاطر اون تبعیض آنی که این نظام ایجاد کرد، بهایی، کلیمی، دیگران که مجبور شدن از ایران فرار بکنن، که الان شما نگاه بکنید دور خودتون رو، همین شهر لس آنجلس چقدر ایرانی موفق داره اصلا این مملکت رو اداره میکنه، نه فقط در امریکا، در کانادا، در فرانسه، در آلمان، در سوئد، در خیلی جاهای دنیا. و در کالیفرنیا 1 میلیون خوردی و در کالیفرنیا شوخی نیست. و بنابراین شما در نظر بگیرید که اینا نمیتونن متصور نباشن که چه نیرویی میتونه نقطه اتصال کشورشون باشه در باب منافع حتی اقتصادی. اگه بگیم به یک کشور 85 میلیونی شوخی نیست. شما مقایسه بکنید در زمانی که ما به زور میخواستیم چند تا دانشجو رو بفرستیم به بورس تحصیلی که بیان در بهترین دانشگاه دنیا درس بخونن که برگردن تو کشورشون خدمت کنن، میدونیم ما چند میلیون ایرانی تحصیل کرده و موفق الان در سرتاسر دنیا داریم در تمام رشته‌ها. برگردن در حال فلا که تازه لازم نیست حتما نقل مکان بکنن به ایران، ولی میتونن همچنان کمک بکنن، نظر بدن، نقطه اتصال باشن. این هر کشوری رو نگاه بکنیم میگه خب این اتصال در واقع ضمانت منافع درازمدتمون هست. تو اون باب بریم صحبت بکنیم، خودمون رو به دنیا بهتر معرفی بکنیم که چقدر این پتانسیل هست و چرا به نفع خودشون هست. تا اون به اصطلاح دیدگاه‌های تئوری‌های توهم و توطئه که آقا تا انگلیس ها نخوان نمیشه یا تا امریکا نگن نمیشه، اینا بحث‌های واقعا به نظر من دپسه هستش به قول فرانسوی ها. ما تو باز تو قرن امروزی مقایسه بکنیم، باورمندی به این توانی که به شکل بالقوه من میدونم در ایرانمون هست، باور بکنید، من بی‌تعارف بتونم اگه من این باور نداشتم 40 سال عمرمو تلف نمی‌کردم. خیلی قرص رو راست باهاتون باشم، اگه من باور نداشتم که بالاخره به اینجا خواهیم رسید، واقعا وقت خودم و شما رو تلف نمی‌کردم. ولی چون باور داشتم که بالاخره می‌رسیم که رسیدیم، حالا مسئله به اجرا گذاشتنشه. ببخشید، ما چه کار می‌تونیم بکنیم؟ ایرانیان خارج از کشور در سراسر دنیا اشاره کردید تظاهرات های زیادی رو گذاشتن، جمعیت های زیادی رو اومدن، ولی ما در یک طرف اوکراین رو میبینیم همزمان با مسائلی که در یک سال گذشته در ایران بوده، در یک طرف ایران رو میبینیم برای اوکراین برای فاصله استارلینک و مسائل ارتباطی فراهم میشه. حالا ما کمک نظامی که خدا رو شکر کشور ما در حال حاضر لازم نداره، اما در مورد ایران این اتفاق نمیفته و بعد خود مردم انجام. ایرانیان خارج از کشور چه کار میتونن بکنن برای حمایت از جوانهایی که الان دیگه کار به جای رسیده، چشمشون رو میذارن که فقط بتونن به یک آزادی دست پیدا بکنن و بعد به مسائل درمانی و مشکل میخوان. اگر هم برن ترکیه بعد نگران این باشن که دولت ترکیه اینها رو دیپورت نکنه به ایران. درست. و از اون بعد ایرانیانی که دارن این وقت رو میذارن، تظاهرات های مختلف رو میذارن،
چجوری میتونم قدرت رو تبدیلش بکنم به یک قدرت بالقوه تری برای کمک بهتر به مردم؟ خب البته ببینید، باز دوباره میگم یه تقسیم کار، شما از میتونید از پناهجویان ایرانی در یونان و ترکیه بگیرید تا مسئله رسوندن اینترنت و وسایلش به داخل، چه نحوه پیدا کردن راه‌های رسوندن پول به داخل کشور و کمک هزینه مالی که خیلی محتاجش هستن. یکی از گرفتاری‌ها همطور که میدونید، یکی اولا سیاست تحریم‌ها خیلی زیاد رو بلوکه کرده از نظر انتقال پول و ترانسفر، و خب به سوال خیلی بدیهی این هستش که خب برفرض که پولش فراهم شد، چجوری می‌خوایم برسونیم و به دست کی و اون وقت چجوری تقسیم بشه؟ اینا دیگه یک سری سوالات بدیهی است که باسی براش راه حل پیدا کرد، و این چیزاست که باسی مورد بررسی قرار بگیره که چگونه ما میتونیم یک راه رسوندن پول به داخل مملکت فراهم بکنیم که خیلی از این کمپین‌ها و یا مایحتاج مبارزین رو یا خانواده‌هایی که محتاج هستن رو فراهم بکنه، یه مقدارش یه سری استثناهای قانونی میتونه باشه. یکی از بحثای این هستش که خب این پولهای بلوکه شده که در اصل پول مردم ایران هستش دیگه، من این بحث رو مطرح کردم و نمیدونم آیا قانونن این کار رو میتونن بکنن یا نه، ولی فرض بکنید اگه ما بخوایم صندوق اعتصابات کارگری رو فایننس بکنیم، خب یه راهش هستش که این پول به جایی که بلوکه بشه در اون جهت هزینه بشه. اینا رو بس بررسی کرد و دید راه شروع نیست یا نه. حالا گیدم که نشد، راه های دیگری هست که بشه پول جمع کرد. کدوم نهادها هستن که مردم میتونن بهشون اعتماد بکنن که مسئول جمع آوری این پول ها باشن؟ چگونه و به کجا برسونن؟ راه های انتقال داشتنش رو پیدا بکنیم. البته این رو علنی نمیشه مطرح کرد، خب رژیم فوری میاد جلوش رو بگیره، بازی موش و گربه است در اصل. ولی خب اینا سوالای عملی است که باعث بتونیم براش جواب پیدا بکنیم، و اینجور سوالاتی است که دائم میشنوم، میپرسم، خود منم میپرسم آیا راهی هست براش، چیکار میشه کرد، چه در گفتگو با کارشناسان خودمون، چه در گفتگو با کسانی که در خارج شاید دسترسی هایی رو داشته باشن بلکه بشه برای اینا راه پیدا کرد. خب عملا ما باعث بتونیم به درون کشور کمک برسونیم، میتونه وسایل چه میدونم چاپ نمیدونم تراکت باشه، میتونه نمیدونم کامپیوتر باشه، میتونه همین مسئله اتصال به وی پی ان باشه، کلیدی که میشه، زیاد دیگه وارد دیتیل نمیشم، حدس میزنید دیگه کلیت این داستان. به هر حال باعث یه راه چاره بس تمام اینا پیدا کرد، و این یکی از پروبلماتیک عملی است که باش طبعا مواجه هستیم. نمیگم پاسخ به این سوالات ساده است، خیلی از این چیزها واقعا یک جنبه پرکتیکال داره، یک جنبه کارشناسی داره، شرایط عینی داخل کشور هستش، از همه چیز مهمتر افراد مورد اعتمادی که این ریسک رو حاضر باشن بردارن که بتونن این تقسیم رو انجام بدن. همیشه هم نمیتونه همون آدم باشه، بالاخره یک شانس شناسایی شدنشون هست. این هستش که هر چقدر تعداد بیشتر باشه، ضمانت اینکه این کار به درستی انجام بشه مشکل‌تر میشه، ولی از اون طرف جنبه امنیتیش بیشتر رعایت میشه. اینا همش باستی در یک محاسبه در واقع متعادل برخورد کرد. من خیلی از دید پرکتیکال دارم به قضیه نگاه میکنم، و هنوزم که هنوزی یک پاسخ نهایی برای اینکه بهترین متد و روش چی است رو نمیتونیم پیدا بکنیم. بعضی جاها هستش که انتقال از طریق مرز به نظر واضح ترین مسئله میاد، ولی از اون برای این هستش که خب خیلی این وسط یه ممکنه دلالی بکنن یا یه سری فیک اکانت ها ایجاد بکنن. این بازی ها رو هم داریم، بنابراین اون چی که به شکل شفاف بشه، به شکل اطمینان دهنده که همینان بدونن که ما حاضریم کمک بکنیم، ولی میدونیم به چی و چجوری و چجوری به اعتماد بکنیم. این اعتماد سازی چیز خیلی مهمه در پراتیک، چه در داخل چه در خارج. اینا تمام چالش هاییست که در عمل باهاش مواجه هستیم. یعنی در واقع میخوام بهتون بگم که در شروع بحثمون خیلی بیشتر از زاویه بیشتر ایدئولوژیک به قضیه برخورد کردیم. من فکر کنم باید نگاه ما خیلی پرکتیکال تر باشه در این مرحله، چون این کمپین واقعا محتاج یه سری ابزار اجرایی داره. باز تاکید میکنم رو تقسیم کار، متخصصین روی مسئله باز نظر بدن، بهترین کمک فکری رو دوستانی که در درون کشور هستن میتونن به ما انتقال بدن که میدونن کجا کار گیر میکنه، ولی کجا هنوز یه درزها و روزنه هایی هست که بشه به قول معروف یه کاری رو انجام داد. خب این نیازمند این دیالوگ دائم و مداوم هستش با فعالین، به خصوص اونایی که در داخل این ارتباطات رو دارن یا کسانی که به هر حال مسئولین به نوعی حالا یه سنفی هستن یا یک
فرض کنید یک گروه کارگری هستن و همینطور الی آخر. این مدام همطور که داریم امروز صحبت میکنیم هر روز جزو این بحث‌ها، صحبت‌ها و تبادل نظرها هست. البته فکر میکنم که اگه در نتیجه این همکاری‌ها و در نتیجه این گفتگوها و در نتیجه به این که همه به این نتیجه رسیدن که بایستی بالاخره یه مکانیزم هماهنگی در صحنه به وجود بیاد که بتونه اون عهده‌دار یه سری دیرکتیوهای اجرایی یا تصمیم گیری باشه با البته همکاری و اینپوت داخل و این واقعا نیازمندش هستیم، اونجاست که ما بالاخره پاسخ این سوال کلیدی رو که میگه آقا رهبری این کار چجوری انجام میشه رو خواهیم تونست بدیم. و اینجاست که من بهتون میگم که مطلقا بدونید که این نیست که بنده بیام این وسط فردا اعلام بکنم که رهبر منم، اینم دیرکتیوم، نه اون نیست راش. ولی من میخوام کمک بکنم که چنین مکانیزمی هر چه زودتر به وجود بیاد. پس اگر یکی از سوالات شما نیستش که مثلا رسانه‌ها در این مورد چه کاری میتونن بکنن، تقاضای شما، من از شما رسانه‌ها این هستش که به یه نوعی کمک بکنید که انگیزه این همکاری و تولید این مکانیزم هماهنگی به وجود بیاد با دعوت از اون کسانی که در این رابطه میخوان کار بکنن، نه اونا که میان همیشه ذکر مصیبت میکنن و به قول معروف آیه ای اثر میدن و یا خودشون جز همون کاتگوری اول هستن. اون دیگه تشخیص رو به خود شما واگذار میکنن که کسانی هستن که میخوان باز دوباره بیان جفت‌سازی بکنن و این کمک نمیکنه به اینکه شما اگه نگران یک همکار خودتون در داخل هستید که اون بتونه زودتر نجات پیدا بکنه. ما اینجا واقعا شرایط استثنایی داریم دوستان، این دیگه داستان از یوزوال نیستش. ما الان یه فرصت استثنایی داریم و باید بتونیم این تشکیل این مکانیزم ها رو به حد اکثر ممکن وقت موفقیت بهش بدیم. این همه جنبه شناسایی درست بازیگرانش رو داره، دو امکاناتش رو بسی فراهم کرد من جمله امکانات مالیش، و از همه مهمتر این ارتباط و هماهنگیست که به نظر من این دیالوگ دو طرف هست که ما رو زودتر میرسونه به نتیجه. و از یه لحاظی مشکل ارتباطی هستش، ولی وقتی که هست از هر زمانی بیشتر این تبادل نظر هست با داخل ایران که میخوام بگم تو تمام این سالها واقعا هیچ وقت تا این حد نداشتیم که اکنون داریم و این رو باید به عنوان یک ابزار کار بیشترین استفاده بهینه ازش بکنیم برای که بتونیم این کارو پیش ببریم. میگم این سالگرد یه روزیه که میشه یک اتحاد بسیار وسیع و یه پشتیبانی خیلی وسیع رو به خودی و به خارجی ثابت بکنیم، ولی همه چیز به این سالگرد ختم پیدا نمی‌کنه، بلکه ادامه خواهد داشت. این یک فرصتی است برای که همه توجهات و تمام دوربینا روی این مسئله هست، من جمله خود رژیم، و فکر کنم با بهترین شکل این رو برگزار بکنیم. اینجاست که باز برمیگردم بعد از یه ساعت و نیم صحبتی که داشتیم که یک فرصت استثنایی است که این یک صدایی رو به خودی و به جهان برسونیم در داخل و خارج ایران، که این مسئله کاملا قطعی است و علارغم تلاش‌های رژیم زورشون به خواست مردم نخواهد رسید. ما بایستی باور، اینو شعار نمیگم، من واقعا باور دارم به این حرفا، این حرفای شعاری من بهتون نمیزنم. من باورمند هستم که شما اگه بتونید قدرت بالقوه مردم رو تبدیل بکنین به بالفعل، اونجاست که تمام نظام‌های حکومت‌های توتالیتر بالاخره شکست خوردن، اینو تاریخ ثابت کرده. بنابراین این لازمه داشتن این باور شاید مقدار امید هست، امید به آینده بهتر البته، ولی ضمناً امید به وضعیت که اکنون داریم. اگه این هم آدم تو خیابون ایران علارغم این سرکوب‌ها نمی بودن، گفتم یه جای کار ما میلنگه و کمبود داریم، ولی داریم، میشه فقط بیشتر تقویتش کرد. بیاییم و سالگرد مهسا رو روزی بکنیم که از این پس بگیم که هر روز قدرتمندتر، هر روز مصمم‌تر، هر روز باورمندتر پیش میریم. شما از این زاویه نگاه بکنید که تمرکزمون روی این هستش که چه چیزی رو میخوایم در واقع به وجود بیاریم که شروع کنه ریشه انداختن و جون گرفتن. یه روشه، یه رونده، یه پروسسوسه به قول معروف. من الان تاکیدم این هستش که بیایم و این پروسسوس رو برسونیم به مرحله بعدی. ما 40 سال بحث دیالوگ بین جریانات سیاسی رو داشتیم به قول خیلی ها، نمیدونم تمرین دموکراسی و از این حرفا، ولی ما الان به مرحله به اجرا گذاشتن این رسیدیم. باز میگم یه بخشی همچنان جزئی از مشکل هستن و باز تکرار میکنم ما معطل حرف اونا نیستیم. بیایم تمام
نیرون رو بذاریم رو تقویت آنهایی که امروز میخوان با هم کار کنن، میتونن یه چیزی رو ارائه بدن، میتونن یه تقسیم کار به خودشون به وجود بیارن و در واقع این باعث این خواهد شد که هممیهنانمون در داخل بیشتر باورمند بشن که این چیز شدنی است، ابزارش در دسترس هست، ما کمبودی از نظر نیروی انسانی چه کارشناس چه مدیر نداریم. خیلی ها هستن اکنون در داخل کشور، به نظر من 80% کسانی که خلا رو پرخانگر اکنون در داخل ایران هستن، مدیران قابل. ما کمبود آدم نداریم، رژیمی داریم که اهمیت نمیده که بخواد استفاده بهینه از این افراد بکنه، ولی به محض که نوضع عوض شد تمام کسانی که تا این مدت اصلا به بازی گرفته نشدن جزء از این رژیم، چون به رژیم اختلاسگر خودی ناخودی آقازاده پرور بوده، تمام این افرادی که واقعا دلسوز جامعه هستن جایگزین این نیروها خواهند بود و آنن این شرایط رو تغییر خواهد داد. این رو باید باور داشته باشیم که همه اینا هست و هستن. بنابراین ما نمیخوایم افراد رو اختراع بکنیم، ولی بایستی این فرصت رو به وجود بیاریم که تمام این عوامل دست به کار بشن در فازهای مختلفش. ما الان در فاز براندازی هستیم، واضحه، ولی فکر دوران گذار هم باید باشیم، برنامه ریزی باید براش بکنیم، طرح‌های کوتاه مدت، میان مدت و البته یک نقشه راه دراز مدت. تمام این چیزا دارش بهش پرداخته میشه. البته اولویت با شرایط آنیست، ولی من بهتون میگم که نگاه من فقط به براندازی نیست. چرا؟ برای که مثل دیروز نشه که ملت میگفتن حالا اینا برن بعد ببینیم چی میشه. ما امروز باید بدونیم به کجا میخوایم بریم، باید درک بکنیم که چگونه میتونیم به اونجا برسیم و فقط تغییر قانون یا حکومت کافی نیست. تمام ابزارش رو باید پیدا بکنیم. و آخرین نکته‌ای که از دوستان تقاضا میکنم، اون به خصوص در نقش رسانیتون، این استش که یکی از مشکلاتی که باهاش مواجه بوده ایم و همچنان هستیم این استش که برای رسیدن به جامعه دموکراتیک واقعا فرهنگ دموکراسی رو باید جا انداخت. این فرهنگ سازی هم همه میدونیم کاری یه شبه نیست، علل خصوص با نحوی که این حکومت 14 هستش با هزار جور شستشو مغزی و حرفای بیجا ذهنیتی رو ممکنه در جامعه ایجاد کرده باشه که یه شبه اینا تبدیل نمیشن با موجودات کاملا لیبرال. این کار یه شبه نیست. بنابراین این فرهنگ سازی که یکی از اجزای بسیار مهم هست در این راستا برای موفقیت اون آینده باسی به وجود بیاد. رسانه‌ها یک نقش کلیدی در این مورد دارن و همینطور محیط‌های آموزشی و دانشگاهی، ولی مهمتر از همه از سلول خانواده ها باید شروع بکنیم. خانواده ها بدونن که از اونجا همه چیز شروع میشه، از تربیت بچه هاشون، ولی نقطه اتکا میخوان باز مطمئن بشن که به همون از که تو خونه به بچهشون یه چیز رو میخوان یاد بدن، این دفعه نه در تاریکی بلکه در روز روشن، معلمین دست به کار بشن، محیط های دانشگاهی دست به کار بشن، رسانه ها راجبش صحبت بکنن. تنها راهی که ما میتونیم این فرهنگ سازی لازم برای آینده متفاوتی رو داشته باشیم اینه که از همین اکنون به این کار بپردازیم و یکی از نقش‌های کلیدی شما دوستان هستش در نقش که دارید. این هم من واقعا فکر کنم یکی از ابزار کار هست برای موفقیت بیشتر و سریعتر کشورم. خیلی ممنون از همگی. مرسی. خیلی خوشحال شدم.